میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهوانی هستم. در این روز یک شنبه است، بالاخره ما از این سفر پرماجرا به خانه بازگشتیم. عرضم به حضور شما که امروز هم در حقیقت 19 ماه اردیبهشت است. نه 19 نیست، امروز 12 ما باز هنوز نیومده، یه هفته جلو رفتیم. ببخشید ما رو. هنوز نتونستم خودم رو در حقیقت پیدا بکنم، ولی خوشحالم، خرسندم از اینکه برنامه نخست رو میرن در خدمت استاد خودم جناب آقای حسن خیاط باشی. عرض ادب و احترام میکنم و سلام میکنم به این بزرگوار و مثل همیشه از راهنمایی هاش استفاده میکنم و برنامه رو آغاز میکنیم. آقا درود بر شما و خوشحالم که در خدمتم. ما قربون شما. سلام و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون میهن یا میهن تیوی. به هر حال امیدوارم خوش گذشته باشه به شما. فقط بگید که دست پر آمدید، چمدون الان وضعش خوبه؟ خیلی پرپور. آره گفتن البته قبل از شما اونا اومده بودن، برای اینکه کسانی که حالا تعداد میدونی که تعداد داوطلبان شاه شدن خیلی زیاد شده، همه دارن شاه میشن. گویا شهرام همایون نفر اوله برای شاه شدن. اصلا اون ده فرمانم شروع کرده، فرمان من من حکم میکنم شروع کرده. خدمت تو عرض کنم، ببینید آقای بهبانی، من واقعا دلم نمیخواد به جریانات خصوصی آدما کاری داشته باشم، ولی وقتی که میاد پوبلیک میشه و به اصطلاح رسانه‌ای میشه و یک حرکاتی میکنن که به مردم ربط پیدا میکنه، خب اونجاها آدم بالاخره، ما هم که یه عمری منتقد بودیم و حضورتون عرض کنم که این حرکت‌ها از نگاهمون دور نبوده، مجبوریم که اشاره بکنیم. مضافاً به این که اگر موش به همبونه کار نداشته باشه، همبونه به موش کار داره و گاهی اوقات مثل این که تنش میخاره و یک نکونالی میکنه و یه سری هم هستن که حواسشون نیست، فکر میکنن که ما احتمالاً ممکنه بعضی مسائل رو رعایت کنیم به خاطر خانواده، به خاطر پدر، به خاطر حالا هر چیزی، یه مسائل رعایت میکنیم، اشاره ای نمی کنیم، ولی اونها هم اگر بخوان زیاده روی بکنن، وقت آدم رو درواسی رو کنار میگذاره، هر کسی کار خودشو بکنه. اگر خیلی پهلوونن، اگر خیلی بلدن، اگر خیلی مسلطن، کار خودشونو بکنن. مردم هم انقدر عقل و شعور دارن که اگر هر رسانه‌ای مورد علاقهشون باشه، مورد سلیقه‌شون باشه، میرن به طرف اون. نیازی نیست که بنشینن و هی حوار بکشن از این تلویزیون و از اون تلویزیون و از اون رسانه، بعد بگن که چرا مردم اونجاها رو میرن میبینن، ما رو کمتر میبینن، چرا در اتاق فلانجا اینقدر تعدادش بوده، مال ما اینقدر تعدادش. آقا نمیان، آقا سابقه خرابه، آقا مردم اعتماد ندارن، آقا مردم به عنوان یک انسان مورد اعتماد به شما نگاه نمی کنن. درسته که های و هوی می کنی، درسته که داد و بیداد را می اندازی. من یه مطلب رو اینجا فقط بهش اشاره می کنم. جناب بهبانی اگر اشتباه کردم منو تصحیح بکنید. ببینید یک تعداد مشخصی رو شما نگاه کنید، کنتور اینا نشون میده. این تعداد مشخص یک چند نفری هستن که از مثلا فرض کنید 10 8 نفر هستن که مرتب اینها اعلام میشن که میخوان پول بدن. خب بعضی اینا هستن 5 دلار و
$4 میدن که اسمشون گفته بشه، حیوانی ها دوست دارن اسمشون مطرح بشه، اونم به جای اینکه بگه خدا عوضت بده، ابوالفضل العباس دستتو بگیره، قمر بنی هاشم رو هم فلانت بکنه، حوالت با امام حسین، میگه تشکر میکنم ممنونم، در اوج احساساتی و ممنون و تشکرش هم میکنه. اونا به کنار، یه تعدادی هستن که این بیچاره فردا گیر میفتن. اینا عجب داستانیه، اینا دروغه. این افراد رو یه زمانی مثل سام فلان و بهمان و از این حرفا میزدن که مردم رو تشویق بکنن، الان دیدن که ما اون موقع اشاره کردیم که این دروغه، الان یک سری افرادی رو باهاشون صحبت کردن، بند خداها در حد بازنشستگی هن، دلشون برای مملکتشون میتپه، بهشون گفتن آقا خانم برای این که مردم تشویق بشن و کمک بکنن ما به نام شما اعلام میکنیم که پول میدی. اون بیچاره نمیدونه که فردا میان سراغش، میان میگن این پولا رو از کجا آوردی تو اینقدر پرداخت کردی. هر ثروتمندی هم باشه آقای بهبهانی، دو تا چهار تا بنده اگر ثروتی داشته باشم یا شما اگر ثروتی داشته باشی بخوای به یه مؤسسه کمک بکنی، میری چک میکشی $100,000 $50,000 میدی و میری، نمیای یه دفعه $1,000 یه دفعه $50 یه دفعه $20 یه دفعه این صندوق بازی و از این ور استیکر خریدن و از این ور $5,000 صندوق بازیه که هیچ جا منعکس نمیشه، اونجایی که باید بره میره، $20 استیکره که مثلا مردم یه خورده تحت شعا قرار بگیرن، یه 20%ش هم آقای یوتیوب برداره، اونو اب نداره، اونو بردارن، ولی این سناریو درست پیش بره. اینجا شک و تردید بسیار زیاده و تمام کسانی که در این ماجراها دست به دست هم دادن بدونن که زیر ذره بینن و اینجا هم مقررات و قوانین یه جوره میذارن سند و مدرک رو قشنگ تلمبار میشه که بتونن وقتی که میان ارزش داشته باشه که بکشن پای میز محاکمه. بنابراین دارم این رو گفتم، اگر که بخواهید هم بزنید هم ببرید، هم وابسته به جای دیگه باشین، هم پولشویی کنین، هم همه این کارا رو انجام بدین، هم پررویی کنین، گردن کلفتی کنین، من همینم که هستم، من این کارو میکنم، من خوب میکنم، شرهرت نیست. هستن کسانی که او وقت میان جلوتون وای میسن و بهتره که هر کاری میخوان بکنین. کلاهی که دارم اگر بنده میخوام بردارم، اون میدونه با من کلاهشو صفر بگیره من بر ندارم. اما اگر قضیه بخواد همه گیر بشه، بخواد به مردم اچاف بشه، اون موقع هستن کسانی که میان دخالت میکنن و به هر حال به نوعی معترض میکنن. هیچ فرقی نمیکنه چه حکومت بد رفتار بکنه، سر مردم بخواد شیره به ماله، چه افراد دیگری بخوان سازمان و نهاد و حزب و نمیدونم این حرفا. آقا جان من بسارین یه چیزی بگم، چون الان به هر حال در حال انتشار من راجبش صحبتی نمیکنم، ولی فقط میخوام اشاره کنم بدونن که من میدونم هیچ کسی در ایران مگر اینکه 4-5 نفر اقبال شده باشن به نام اون حزبی که ایشون فریاد میزنه وجود نداره، یعنی کسی نیست. برای اینکه بنده رفتم، آدمشم اینجا هست و اگر موقعش بشه اون آدم میاد، که من دیدم تصاویر از کوچه ها و خیابان های ایران از شهرهای مختلف بسته بندی شده تو کارتون، که حالا کدوم سازمانی کدوم نهادی اینها رو فرستاده بود انقدر مرتب. من تصادفاً رفتم سالها پیش، دیدم که اینا رو چیدن رو زمین مثل موکت بغل هم، با اسپری دارن اسم اون گروه و حزب رو می نویسن روی دیوارا، و من فکر کردم یه دکوری میخوان درست بکنن. 2-3 روز بعد دیدم نه خیر، اینا رو به عنوان این که در ایران مردم رو دیوار می نویسن دارن ارائه میدن. همه اینا هستش. اگر پا بخواین بیشتر از گلیمتون دراز بکنید، هر چقدرم گردنتون کلوف باشه، هر چقدرم بنازید به اینکه از صبح میشینید پای تلویزیون جلو دوربین، هیچ کاری نداره. بنده هم روزی 2 ساعت میتونم
در خونم بشینم، حرفامو بزنم و در برابر شما قدم به قدم باهاتون بیام و حرف بزنم و تمام این کسانی که در طول این مدت پول دادن، گزیده شدن، سرمایهشون رفته، شکایت کردن، دادگاه رفتن، دم دادگاه اومدین باشون معامله کردین، همه اینا هستن پشت سر من وایستادن، هی به منم دارن فشار میارن آقا شروع کن، ما هم هستیم. اینی که از ما هستیم اینها من استفاده نمیخوام فعلا بکنم. دهنتون رو ببندین، هی نشینین که برای خودتون یه حرفایی بزنین. تعدادتون در برابر 85 میلیون جمعیت مملکت هیچی به حساب نمیاد، هیچی. 7-8 نفر فقط شما دارید که اینها رو اسامیشون رو مرتب میخونین، بیننده هاتونم از برن. شما از زمانی که شروع میکنید 50 بار این اسامی رو میخونین که بعضی هاشون 5 دلار و 2 دلار هم برای اسمشون گفته بشه، بعضی هاشون هم که طبق معمول قرار داده که اسمشون اعلام بشه پول دادن که شما جای دیگه بتونین به عنوان مدرک اینو استفاده کنین، که اون هم مشخصه که اون مدرک رو هم به قول معروف نمیتونین به عنوان مدرک محکم پسند ارائه بدین. حواستون باشه. این مطلبی بود که اول برنامه من خواستم، حالا چون شما اشاره کردید، بگم که امیدوارم حضرات یه خورده حواسشون به کارشون باشه، بپردازن هر کاری دوست دارن، خصوصی به خصوصی. خیلی چیزا هست، از آمدن به اینجا چجوری اومدن، نمیدونم قالیچه چه نقشی داشته، نمیدونم دروغهایی در مورد دبیر بودن و سردبیر بودن و معاون سردبیر بودن و همه اینا هستش، همه اینا شاهدم هستش. من به اونا کاری ندارم، در برنامه کاری ندارم، ولی اگر که بخواهید پاتونو از گلیمتون بیشتر دراز بکنید، اون وقت خیلی چیزا برملا میشه که اون وقت این شستشوی پول و اینا هم یه هم ممکنه به خطر بیفته. کارتونو بکنید، اونایی هم که قراره بیان دنبالش اونا هم خودشون میدونن چی کار بکنن. به هر حال در خدمتون هستم جناب بهبهانی، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه سفری که رفتین بله. و تعریف کنید که در خدمتون باشید. بله، نه دیگه، یک در حقیقت یه هفته مرخصی بود و استراحت مطلق. با صدامو نداری، ببخشید. عرض کردم که یک هفته مرخصی بود و با خانواده گذروندیم و متاسفانه شرایط اینترنت خوب نبود. تلاش کردم که بتونیم برنامه رو اجرا کنیم ولی اینترنت نبود. جایی که بودم اینترنت کافی نبود. یک شنبه هم که رفتیم این برنامه همایش نهب جمهوری اسلامی رو پخش کنیم که متاسفانه اونها هم مثلا خیلی آدم آزرده میشه از این همه، اینکه چرا اینا کوتاه فکر میکنن و چرا اینجوریه. و هرچی میره جلو میبینم که جمهوری اسلامی و ما در مقابلش هر دو بی خودی از هم میترسیم، در حالی که هیچ کدوم نمیزوری نداریم، همین موشی در لباس شیر. و همین که روز یک شنبه گذشته این نوار ظریف رو پخش کردن، من تصورم اینه که در تقابل با این کار شاهزاده رضا پهلوی بود و میخواستن که این رو تأثیرش رو کم بکنن، وگرنه این نوار رو اینا داشتن تو دستشون بود. چرا یک شنبه؟ میتونستن شنبه، میتونستن دوشنبه، هر روز دیگه میتونستن این نوار رو منتشر کنن، ولی تعمدن روز یک شنبه رو به نظرم انتخاب کرده بودن به خاطر همین همایش. ولی متاسفانه گردانندگان همایش دقت و کفایت رو نداشتن و حالا امیدواریم که در نهم بتونن دوباره این رو برگزار بکنن. اینم گرفتاری ماست. اما بریم سراغ بهترین سلام علیک سال 1399. موافق این شما؟ حتما. بریم ببینیم ماجرا از چه قرار است.
من دستور دادم به بانک مرکزی که اون پولی که مورد نیاز شماست از هر کجا، چون از یک کشوری نوشته بود بانک مرکزی مشکل داره، گفتم از هر کشوری زودتر باید بریم واکسن خریداری بکنیم و این کار رو هم به عنوان یکی از وظایف دولت و بهداشت درمان داره. سلام علیکم. خوبم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. علیکم السلام. سلام علیکم. بالاخره تکلیف چی شد؟ دستور دادن یا دستور ندادن؟ شما توجه کردین اینا قسم حضرت عباس و دم خروسشون همینجوری میزنه بیرون. یه جا میگن تحریم دارو، آمریکا اجازه نمیده، فلانه بهمانه، اون یکی میگه، اون وقت قسم و دم خروس که میاد وسط، اون یکی میگه ما گفتیم هر جوری شده بخرن، پول آماده بکنن بخرن، این یکی میگه من دستور دادم نیاد. پس اگر تحریم، این کارا چی شما کردی؟ اگر تحریم نیست پس چرا داد و فریاد را میندازین که تحریم هست و دارو و فلان و بهمان نمیذارن به دست مردم برسه؟ به هر حال با اینا آدم نمیدونه چه کار باید بکنه، چون دروغاشون ساعتیه، هر ساعت اینا کارشون یه جوری تغییر میکنه و حرفاشون عوض میشه. به هر حال این ماجرا، یه حالا کرونا پیش اومد، یه سری اشتباهاتی هم بعضی از دوستان به دلیل عدم آگاهی میکنن. یک تصویری هست جناب بهبانی از صدام حسین که در جلسه میگوید که آمریکایی‌ها به ما گفتن، که البته خود مطلب میرسونه، زیرنویس داره، من میخوام یه اشاره بکنم که دوستان اگر نرسیدن زیرنویس رو دنبال کنن حداقل ذهنیتی داشته باشن. میگوید آمریکایی‌ها در کووید که ما رفتیم گفتن اگر نیاین بیرون از کووید ما با میکروب های کرونا تکلیف شما رو روشن میکنیم. یه عده میگن از اون زمان کرونا بوده، آقا مال امریکا هم بوده، مرگ بر امریکا، این لامصبه، حالا میندازن گردن چین فلان بهمان. نه خیر، این کرونا خیلی وقته بوده، نه تنها از اون موقع، خیلی وقته بوده، به همین دلیلم شماره گذاری شده. به ما که رسیده شده کوبیده 19، شمارش 19 شده و این اونی نیست که صدام حسین گفته، مال اون شمارش یه چیز دیگه بوده، ولی ویروسی بوده که میتونسته احیانا روی دستگاه تنفسی اثر بذاره و خب درست نبوده. این رو خواستم بگم که حالا میشنویم. درسته، برای اینکه اگه حتی شما همین لوازم بهداشتی تو خونتون داشته باشین، همه دارن از این لایسل و اینا، مثلا برید توی حموم نگاه کنید، زیر معمولا اینا جاشون تو حموم و زیر کمد دستشویی و ایناست، یک کهنه قدیمیش رو پیدا بکنی میبینی نوشته که این مثلا کشنده انواع باکتری ها و این هاست، ویروس های خطرناک، و میشماره اسما رو مینویسه، اتفاقا مینویسه به کرونا و کرونا رو زیب کنه. این که شما میبینی به حول شما چه گوشته کوبیده 19، این کوبیده برای اینکه این رو در حقیقت مودیفای شده، یه جوری این یه چیز جدیده و به همین دلیل اسمش رو گذاشتن 19 در سال 2019. حالا ببینیم صدام در این زمینه چی گفته. بشنم. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. يعني سالت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس، شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الإنسان ويهاجمه، ها، وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهاز التنفسي. قلت له ما لي خنقه يعني يلزم إخواني يقوم مثلا رقبته. قالوا لا. قلت لهم لعب، شنو هو الفيروس؟ إله خشم، إله حلق عيون. قالوا لا سيدي، الفيروس ما ينشاف إلا بالمجهر. يعني رأسنا تنخيت، قلت أنا أخو هذا له، يعني العراقي اللي يأكل بشر.
خواهش میکنم. به هر حال خواستم همینو برای بعضی از عزیزانمون روشن بکنم. این وسط چون صحبت کرونا شد، یک موجود پلیدی که البته این آخوندها همشون پلیدن، یکی از این پلیدایی که خیلی سینه به تنور میچسبونه برای اینه که خوشخدمتی بکنه و چاپلوس و چاپلوس و دروغو و دقلباز، این آدم کرونا گرفت. همونی که میگفت تربت امام حسین رو بخورید مثل آنتی بیوتیک میمونه، این کرونا گرفت رفت بیمارستان. شما الان در این کلیپی که بعد از این هست میبینید که برای دکترا چه چاپلوسی میکنه. خوب شده اومده بیرون، حالا ببینید وقتی خوب شده چه جوری صحبت میکنه تا اون بخش کرونا گرفتنش هم بعدش ببینن هموطنان عزیزم. آیا تربت الحسین تو همین اوضاع کرونا شفا میده؟ سخت‌ترین بیمار کرونایی را من خودم یکی منا 33 روز به دستگاه وصل بودم، فقط تربت امام حسین به جانتم. بعد از این که تمام اطباء جواب کرد، از نظر علمی و پزشکی گفتن هیچ بازگشتی برای ایشون نیست، ریه 98% خراب شد، 2% من ریم باقی مونده. دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، خودت زحمت کشیدی. وای وای آرام، دست به درد نکن، آرام آرام، احسن من جونت هم، احسن احسن. بازه فرمونی؟ کاملی؟ دیدی؟ به دکتره میگه تو کردی، تو کردی، حالا میگه من به دستگاه وصل بودم و امام حسین این کار کرد، امام حسین کرد، هیچ، همه جوابم کرده بوده. یعنی اینقدر اینا والا بلا به هر کسی که میپرستین، هموطنان نازنین، اینها با یک فاصله کوتاه در همین مدتی که این گروه آمدن تو مملکت ما و مزاحم و مخل آسایش شدن، ببینید چقدر دروغ ها رو سعی کردن که 100% به خورد ما بدن. فکر کنید 1400 سال اینا حیا داشتن، این حرفایی که میزنن درست بوده، این حرفا رو میشه قبول کرد، این همه مزخرف گفتن و ما تو سرمون زدیم و گریه کردیم و نمیدونم خودمون رو به گل مالیدیم و ام با اقسام گردنشون رو کلوف کردن و به ریش ما خندیدن. اگر مقایسه بکنید یک دونه خودشون و فرزندانشون از این کار رو نکردن. به هر حال بالاخره در این وانفسا وقتی که در زیر زمین میان و حضورتون عرض کنم که اورانیوم غنی میکنه، مخترعین محترم میان با یه درقابلمه ویروس کشف میکنن، مخترع خود یعنی مخترع واکسن کرونا رو هم الان میتونیم ببینیم که در چه شأن و مقامی آمده و این واکسن رو اختراع کرده که خیلی هم معتقده از استادش این فرمول ها رو گرفته و استاد فوت کرده و ایشون راهش رو ادامه داد. درود بر این شاگرد با شرف. سلام از ما قادمون، خسته نباشید، بفرمایید. خوبی شما؟ شما دی قربان چاکرتیم آقا. میگن شما آمپول کرونا رو ساختی؟ اختراع کردم البته، دانشمند رو نتونستن اختراع کنن، ما تقریبا یه سالی هست روش کار کردیم، جوابم داده البته، یه چند تایی زدیم بهشون هم گفتیم 99 سال این آمپول ما کارگزاری میکنه، نوشته بهش میدیم، نوشته میدیم 99 سال ایشون بیمه است. خب کجا میبریم؟ میبرم تو اون چیز دفترمون، دی دفترمون تو زیر زمینه، تازه زدیم اعتراض کردیم. خب از کجا میزنیم؟ این البته بخوایم بزنیم باید راحت ترین جاش همون از عقب باید بزنیم، جای دیگه دستش بزنیم درد میگیره، نمیتونه یه مدت کار کنه، ولی عقب که بزنیم جا داره، این جا به جا میشه، هم آمپولمون هم اون موادی که داره نمیزه بیرون، ولی دستش بزنیم
بد میاره. شما پس از نوادگان دکتر کرم‌علی هستی؟ از نمایندگی دارم از ایشون. از ایشون خواست از دنیا بره، دانشمند خوبی بود واقعا، خدا بیاموزه. اون به من افتراء کرده بود، منم شاگرد ایشون هستم واقعا، منم یاد داده اینو. بله مرسی، ممنون. خواهش میکنم، تشکر، لطف کردید آقا. البته ما پول همون از عقب میزنه خوبه. از عقب میره تو زیر زمین، اونم تو زیر زمین میره از عقب. بعد نمیدونه که بالاخره در شیمی کشف میکنی، در فیزیک اختراع میکنی. میگه از عقب میزنی. محکم. طرف رفت بخش تزریقات، گفت که کدوم طرف بزنم، گفت باسن ما رو سیاسیش نکن، هر جا که تشخیص مصلحت نظام میگه بزن. اینم مزید بر علت براش آدم چیکار میتونه بکنه. جناب بهبهانی، شما ببینید، به خاطر این کرونا خب همیشه گفتن که قرنطینه و بمونید تو خونه ها و نمیدونم نیاین و اینا. بچه ها هم طبیعتاً موندن تو خونه، بعضی از مدارس که از طریق آنلاین شروع کردن درس کار کردن، ولی اگر مدارس باز بشه این بچه ها همینطوری منتظر بمونن تا اون روز، ببینید چه صحنه‌ای به وجود میاد تا اینا اون روزی که میخوان برن مدرسه، این رو هم بهش یه نگاهی بندازیم بعد نیست. به هر حال بد نبود، به نظر من از دیدن خوزعبلات بعضی از حضرات رسانه‌دار بهتر بود. حالا داشتم یه کلیپی رو میدیدم، یه خاطرات همینطوری زنده شد برام وقتی که دیدم یک هواپیمایی رو مسافرا ایستاده، بلیط خریدن وسط هواپیما ایستادن. اصلا در هیچ جای دنیا آقای بهبهانی همچین چیزی رو سراغ نداریم. یاد این افتادم یک شرکت هوایی داشتیم ما، ایرلاینی داشتیم که جز 5 شرکت مطرح هوایی بود که به هر حال عضو می دادیم باهاش، از نظر پذیرایی، از نظر خدمات، از نظر سیفتی، همه اینا چیزی بود که در مورد هواپیمایی ملی میگفتن. در هر کشوری، در هر شهری که شما میرفتید، شیکترین و قشنگترین فروشگاه های به اصطلاح فروش بلیط و اینا رو داشتیم والد شرکت هواپیمایی ملی. ولی کار به جای رسیده که دوستان هموطنان باید وایسن مثل اتوبوس اینو بگیرن و حالا چاه هوایی هر چی هست، نه کمربندی دیگه میتونن ببندن، باید وایستن تا از یه مسیری به مسیر، از یه شهری به شهر دیگه برن و ایستاده این مسیر رو طی بکنن. به هر حال اینم برای اینکه اونایی که ندیدن فکر نکنن ما از خودمون در میاریم، بد نیست شما زحمت شو بکشید و شماره هیچمون هم پخش بکنیم. سلام، امروز 20 فروردین 1400 پرواز قشم F مقصد آبادان به مشهد. همجور که میبینید علاوه بر این که تمام صندلی ها فوله، پرواز هم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن. همونجور که مشاهده میکنید لطفاً این ویدیو رو پخش کنید، تمام این عزیزانی که وایسادن بدون صندلی هستن. رعایت پروتکل ها هیچ، صندلی اما بلیط 760 هزار تومان پرداخت کردیم، 800 تومان. همینجور که میبینید صندلی ها همه فوله، ما انتظار داشتیم فاصله رعایت بشه،
فاصله که رعایت نشده، هیچ کس هم جوابگو نیست. همینجور هم که میبینید هواپیما میخواد حرکت کنه و 40 نفر همجون وسط میخوان سر پا وایستن. اینو نمیدونم کی باید جوابگو باشه. لطف کنید این ویدیو رو همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشمیر. خب گفتی ها. از تجربه بگم. والا ما با پرواز رفتیم از اینجا به دنور، از دنور به واشنگتن. خیلی منظم، رعایت فاصله تمام طول پرواز، اینا ماسک باید میزدی تو فرودگاه بیرون، خیلی خیلی. و بعد هر کسی که سوار میشد یک بسته های از همین دستمال های ویت نپکین خیس، دستمال خیس آغشته به الکل که به همه آدما میدادن که دستاشون رو پاک کنن و اینا. و این در حقیقت خدمه پرواز مرتب در طول راه از این دستمالا در اختیار همه قرار میدادن، ماسک میدادن اگر هر کی نیاز داشت. این هم یه تجربه بود در دوره کووید که دیدیم چه اتفاقی میفته. و واقعا شما ببینید عدم مدیریت، بی‌لیاقتی در مملکت ما واقعا بیداد کرده. بیداد، شما هیچ چی، هیچ جا نمیبینید که بگید داره رو اصول به اصطلاح منطقی حرکت میکنه. هیچ جا رو شما نمیتونید پیدا کنید، هیچ جا رو. از وزارت بهداری که وزیرش یک آدم چاپلوس بدبخت بیچارهی که برای اینکه ورش ندارن از اونجا عاشق و معشوق بازی در میاره با خلیفه و نمیدونم انواع اقسام حرفای مفت و بی ربط برای مردم سرهم میکنه. بعد میگه نمیدونم واکسن اگر که دیرتر بیاد ارزونتر میتونیم بخریم. یه سری مزخرفات. هندوستان الان مملکت خودمون مونده، میگه ما حاضریم به هندوستان کمک بکنیم مهار بکنن. آخه شما ببینید یا اینا از حماقت این حرفا یا لجبازی و دهنکجی به کی من نمیدونم، ولی خب میگن دیگه، میگن و کسی هم حریفشون نیست. عرض کردم این مطالب رو که میگیم یاد گذشته هم آدم میفته. واقعا یادم افتاد اون زمان با توجه به خب سالهای سال که گذشته، الان نمایندگان مجلسی که اون موقع داشتیم که تصویرش الان شما دارید، این ببینید چه شرایطی داشتن. امروز شما در دنیا وقتی که نگاه میکنید خانومهایی که شاغل هستن در ادارات کار میکنن در کشورهای پیشرفته، غیر از این است که الان دارید میبینید کجای مملکت ما گرفتاری داشت که بخوان تو چادر چاخچور پیچیده بشن، نمیدونم احیانا یه موشون بیرون باشه، ال میشه، بل میشه، آخونده نمیدونم آدم به اینا چی بگه. میگه وقتی سوزن را خانوم ها نخ میکنند برای اینکه یاد مسائل دیگه نیفتن، اول سوزن رو به دستشون بزنن که درد اون باعث بشه اینها از اون افکار. آخه خاک بر سرتون کنن. شما نگاه کنید اصلا میشه یه همچی چیزی رو باور کرد؟ به هر حال این نمایندگان مجلسمونه که حالا مطبوعاتمون رو نگاه میکنیم، به هر حال یه خبرهای از توش میتونستیم در بیاریم، میتونستیم بفهمیم. امروز که نگاه میکنیم به نظر من واقعا بارها و بارها گفتم آقای بهبانی ما بهانه بی خودی گرفتیم. درسته ما نارسایی های داشتیم، همه چی درسته، ولی اونجور نبود که بخوام بگیم براندازی. ما اون موقع میتونستیم بگیم اصلاحات و حکومت رسیده بود به مرحله ای که اصلاحات بخواد بکنه. ما اونجا گفتیم براندازی، اینجایی که باید براندازی بکنیم میگیم اصلاحات، و بعد در لباسهای مختلف میان به نام براندازی تو مسیر اصلاحات قدم ور میدارن. یک کدومشون راجع به خلیفه و نمیدونم سرنگونی این رژیم صحبتی نمی کنن، فقط یه نهادهایی رو میگیرن در مورد اونا حرف میزنن که اینا باید درست بشه. به هر حال نگاه کنید دیگه، این روزنامهش بود. واقعا شما دیدید که میگه ما مملکتمون رو به حراج نمیذاریم، ما اگه لازم باشه
از طریق ارتش طرف میشیم برای اینکه بتونیم اون منطقه‌ای رو که به ما مربوط هست تصرف بکنیم. به هر حال یه چیزایی هست الان میبینه آدم دیگه. نمیدونم شما با من موافق هستید یا نه، ما یه مقداری زیادی بهانه گرفتیم به نظر. نه به نظر حرف منطقی مرتب با دوستان که صحبت میکنیم همین داستان هست که واقعا چرا و چگونه جامعه به این نقطه رسید و چرا هنوز در اون چراش واقعا همه معطلن که چرا چرا این اتفاق افتاد. اصلا شما دیروز تو راه که داشتم می اومدم میدونی که اون قهرمان کشتی ایران آقای عبدالله موحد خب در اون منطقه واشنگتن زندگی میکنه و با چه عشقی از وطن، اونم عازم بود، همسفر بودیم، اونم داشت میمد بره به یه علتی دیدار دخترش، یه دخترش پزشکه و گفتش که اینا رفتن ایالت دیگر، داریم میریم مقداری از راه رو تا دنور رو با هم همسفر بودیم، بعد مسیر اونجا عوض میشد و شما نمیدونید که با چه عشقی از وطنش حرف میزد و همش میگفت نمیدونم، میگفت من قرار نبود اینجا باشم، من استاد دانشگاه بودم در ایران و اینا من از دانشگاه اخراج کردن، ولی قرار نبود من تو آمریکا آخر عمری زندگی کنم. ولی و هر بار که صحبت به راستی هر بار که صحبت از وطنش میکرد به راستی بغض میکرد و به راستی عشق میریخت و همش میپرسید که چرا اینا وطن ما رو به این شکل درآوردن، ما کجا بودیم. خب میدونی که اون صاحب چندین مدال طلای کشتی بود در دنیا و در المپیک و غیره، قهرمان بود. بله بله متاسفانه. شما نگاه کنید اون زمان این مغز متعفنی به نام صادق گربه‌کش چقدر انسان‌های بیگناهی رو این حکم اعدامشون رو صادر کرد و بعد گفت که اگر چه می‌دونم گناه بیگناه باشن میرن تو بهشت به همین راحتی، به همین راحتی. یه آدمایی رو مثل عباس خلعتبری واقعا یک مهره بسیار بسیار خوشنام اون رژیم بود، اینو اعدام کردن به خاطر اینکه قرارداد نیروگاه اتمی امضا کرده. شما وقتی که داستان نیروگاه اتمی رو نگاه میکنی که قراردادش با زیمنس آلمان بود، وقتی که اینا آمدن، آقای بهبانی حتما در جریان هستید، اینا آمدن 12 میلیارد دلار یه قراردادی داشتن که قرار بود اسلحه از آمریکا بخرن. آقای یزدی اون قرارداد رو باطل کرد و توی قرارداد قید شده بود هر یک از طرفین اگر چنانچه اقدام به فسخ قرارداد بکنن اون رقم اولیه 12 میلیارد دلار رو باید به طرف دیگه بده. یعنی در واقع پولی رو که گذاشته بودن 12 میلیارد دلار همونجا سر ضرب آمریکایی‌ها استفاده کردن. برادرزاده آقای بهشتی دو تا بودن، یکیشون قرارداد رو با زیمنس، قرارداد نیروگاه اتمی رو با زیمنس فسخ کرد، یکی دیگرشون با روسیه شوروی اون موقع این رو، حالا چرا؟ چراش مشخصه. ببینید این کاری که انجام، این دگرگونی که انجام شد که ما همش به خاطر اینکه مخالفت با امریکا شده بود یک چه میدونم سرود، یک دعا، یه ورد، ما از صبح تا شب باید به امریکا فوش میدادیم. روسیه کار خودشو میکرد و به شما من بارها و بارها این رو گفتم، من از سال 2008 و 2009 من تو تلویزیون اندیشه در این مورد مرتب صحبت کردم که چرا راجع به روسا حرف نمیزنید. زمانی که از سفارت امریکا رفتن بالا تمامش نقشه ها و سناریو مال اون قسمت بود، مال اون همسایه شمالی بود. اینا ریشه ارتباط با امریکا رو تا اونجایی که میتونستن که دیگه برنگرده برگشت ناپذیر باشه قطع کردن. عواملشون هم گذاشتن که حالا داریم میبینیم دیگه، الان صداش در میاد، این
لو رفتنایی که هر کدومش هم الان نگاه میکنیم، سال انتخابات 88 فال صوتی فرمانده سپاه لو رفت اگه دقت کرده باشین، انتخابات 92 فایل صوتی قالیباف لو رفت، انتخابات 96 فایل صوتی آقای منتظری لو رفت، انتخابات 1400 فایل ظریف لو رفت. حالا این لو رفتن ها که اینجوری با همدیگه شبیه شده که ما نمیدونیم چیه، ولی قرار نبوده، حالا یه حرف تو حرف میاد، قرار نبوده اینا منتشر بشه. تمام وزرا مصاحبه کردن برای روز، برای دیگرانی که میان توی این مسیر اینها بیان و مثلا از تجربیات دیگران استفاده کن. چی شده این وسط یک باره یک فایلی لو میره؟ من حدسم این است که آقای قالیباف و آقای رئیسی یک برای اینکه ظریف رو از دور خارج بکنن اقدام به برملا کردن و افشای این به اصطلاح فایل شده، از یک طرف دیگه باز گلی به جمالشون هر کی میخواد باشه. ما فهمیدیم این ملت ما از کجا میخواست بفهمه آقای قاسم سلیمانی اسطوره چی کار میکرده تو اون مملکت، و ترامپ اینطور که مشخصه مأمور روسا رو زده، نه با ایران کاری نداشته. اینقدر ماجرا پیچیده شده که هر کسی بالاخره یه گوشه رو داره روش فکر میکنه و نظر میده و بالاخره از اینا یه چیزی باید در بیاد بیرون. اما چیزی که مشخصه مأمور روس بوده و هر تقدیر حالا خوشبختانه رسیده به اونجایی که مردم ما دستگیرشون شد. این اسطوره، این کسی که به هر حال کسی نمیتونه در موردش حرفی بزنه، بگی بالا چشمش ابروس، کما اینکه امروز هم آقای خامنه ای آقای ظریف رو شست و گذاشت کنار به دلیل اینکه خب خودش دستش تو کاره، آقای خلیفه خودش دستش تو کاره که آقای رفسنجانی طرف آمریکا رو سر به نیست میکنه، خودش دستش تو کاره که اینقدر نزدیکه با قاسم سلیمانی، خب بهشون بر میخوره. ولی ملت ایران این وسط یه چیزایی دستگیرش میشه که اگر این اتفاقات نمیافتاد طبیعتاً متوجه نمیشد و فکر میکردن هنوز یواش یواش آقای قاسم سلیمانی رو باید یه مقبره بسازن برن نذر و نیاز هم بکنن براش. حالا خوشبختانه به اونجا رسید و بعدش دختر ایشون متاسفم، واقعا میگم متاسفم، بعضی وقت آدم صحبت میکنه کسی که به ما فلان نشد کلاغه بود، این خانوم خودش تا یک سال نتونست تحمل کنه که آب کفن پدرش خوش بشه، بلند شد رفت، حالا هر کاری کرد، یعنی الان میاد به خودش اجازه میده که هر کس ناراضیه جمع کنه بره. آیا که نیست به این خانوم بگه آقا همه که یه عرب اونجا نذاشتن که جمع کنن برن پیشش، دهنتون رو ببندین، به شما هم مربوط نیست. حالا هر جوری آلاف و علوفی بهتون رسیده به هر دلیلی ازش بهره برداری دارین میکنین دیگه، کاری به مردم نداشته باشین برید و فلان کنید و بهمان کنید. و جالبه برای من، حالا این خانوم رو نگاه کنیم، اگر که شماره 10 رو ببینیم، بله شماره 10 خانوم زینب سلیمانی هستن که با اون خانومی که میگفت نخورید و نریزید و نپاشید عکسشون یه جا هست، سه تا عکس با هم دیگه. آدم میگن که هر کسی نمیخواد جمع کنه بره. بعدم میگم این عکس رو من دیدم یاد از طرفی فایلم که منتشر شد یاد اون موقع افتادم که ظریف چقدر با احساس آمد و اعتراض کرد به ترامپ که زدید، چنان زدید که از سردار ما یک دست موند. این رو هم تماشا بکنیم که یک هر حال ذهنیتی که از این ماجراها هست یادمون نره و یادمون باشه که چه اتفاقاتی افتاده. هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی بود. کجا بنی چی بود نفهمیدم. این گفت همون داستان زیر زمین بود آقا. این کدوم بخشو میگفت به ترامپ؟ گفت میبرم یه جایی وقت نفهمی کجا رو میکنم. من فکر کردم همون دنباله زیر زمینه. نفهمیدم به هر حال کدوم بخش داستان رو تعریف میکرد. بله حضورتون عرضه بدارم وقتی که بنده عرض میکنم که روسا خوب خوردن در طول تاریخ و رها نمی کنن این مملکت رو، آقای بهبهانی برای بار سوم در این برنامه دارم عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز که من تقریبا دو ماه پیش باز این رو اشاره کردم بهش. آقای پوتین سه جنس و کالا هست که بایستی برای اداره کشور خودش برای روسیه اینها رو به بازار جهان عرضه بکنه، به بازار اروپا عرضه بکنه: نفت، گاز و کلاشنیکوف در درجه اول، به هر حال اسلحه به طور کلی. خب اگر یک ایران درست و حسابی باشه که این ایران با امریکا ارتباط داشته باشه، با اروپا ارتباط سالمی داشته باشه، با همسایه هاش ارتباط خوبی داشته باشه، طبیعتاً مشتری برای نفت و گازش داره و خب یه لوله هم مستقیم میکشن و نفت و گازشون رو صادر میکنن و آقای روسیه، آقای پوتین نمیتونه مثل امروز اروپا رو تحت به اصطلاح سیطره خودش داشته باشه که اگر اونا بگن بالا چشمت ابروز، تهدید کنه بگه نفت و گاز میبندم، اونا هم برای که زمستون نلرزن مجبورن که تن در بدن و چی. اما امروزی که ایران ذلیل باشه، خار باشه، زمینگیر شده باشه، طبیعتاً اون میتونه بازارش رونق داشته باشه و به هر حال هر سازی میخواد بزنه و مشتریاش برقصن. نتیجتاً ما باید این رو قبول داشته باشیم که حضرات روسی هیچ وقت دلشون برای کشور ما نسوخته، برای مردم ما نسوخته و فقط به فقط دارن سوء استفاده میکنن ولا غیر. حالا این حضراتی هم که در رأس حکومت هستن با روسا ساختن دیگه، تا کی ما میخوام تحملشون بکنیم؟ با خداست بالاخره یه روزی یکی خواهد آمد و ما را نجات خواهد داد انشالله، به امید خدا. ولی برای این ماجرا شاهد مثالی دارم که کلیپ بعدی جناب بهبهانی نازنین ببینید. یکی از شخصیت‌های روس در مورد همین نیروگاه، همین نیروگاهی که از زیمنس گرفتن دادن به روسا، چه میگوید که آیا این حرفو بشنوید به حرفای من مهر تایید میزنید یا میگید باز فلانی نشست مثلا چند دقیقه برنامه داشت یه چیزی گفت و بلند شد رفت؟ اینو خواهش میکنم دقیقا هموطنانمون گوش بده. اگر ایرانی امروزه را ما در کنار خودمون نداشته باشیم، هیچگاه به منافعی که داریم، به هدفهایی داریم، به اون نمیرسیم. اینقدر جمهوری اسلامی ایران برای ما مهمه. وقتی که ما از ایران گویا دفاع میکنیم، 100% من مطمئنم که از منافع خودمون دفاع میکنیم. ببینید یه مثال خیلی روشنه. اگر قرارداد نیروگاه بوشهر در آخر اصلی گذاشته نمی بود، تمام صنعت هسته‌ای ما از بین می رفت. نیروگاه بوشهر باعث شد که 500 کارخانه اصل مسیر صنعت هسته‌ای ما فعال بشه، یعنی خودش امین نگاه داره، برای صنعت هسته‌ای ما زمینه پیدا شد که اون ارزی وجود داشته باشه. شما صنعت هسته‌ای ما را نجات دادید. اینقدر برای ما این مشاهده فرمودین؟
دیدین تعداد بسیار زیادی از کارخانه های روسی به کار افتادن، از کار افتاده بودن با این قرارداد نیروگاه اتمی به کار افتادن. ببینید چقدر تأثیر گذاشته. خب طبیعیست وقتی که یک گاو شیرده اینجوری هست این رو تا اونجایی که امکان داشته باشه شیرش رو میدوشن دیگه. بر تقدیر دوستان ما خودشون حدیث مفصل باید بخونن از این مجمل. حالا برای اینکه یه فضای عوض بکنیم یک چند ثانیه یک دقیقه یه چیزی از احمدی ببینیم برگردیم. خب البته اینو آمدن یه سری آدمایی که از خودشون بودن، قشر آخوندی که بیشتر شبای جمعه براشون مطرح بود کنار مساجد بشینن یا برن روزه بخونن یا دیگه ماه رمضان بشه مثل امشب شب احیایی باشه یا محرم باشه برن ده روز محرم منبر اینجوری زندگی میکردن، آمدن به آلاف اولوف رسیدن و نگاه کنید که بر پدر و مادر هرچی بی انصاف لعنت، معذرت میخوام که از پدر و مادر، ولی اینا رو من ابایی ندارم این حرف رو میزنم، یک سری افراد مال مفخور، مال مردم خور، مال یتیم و بیوه زن خور آمدن و چنگ انداختن به زندگی مردم و ابایی هم ندارن. نگاه کنید کبابش اندازه یه متر و نیم قدش، نگاه کن آخه مردک اونو بخوری تو منفجر نمیشی. این گداهای به نوا رسیده. بعدش هم این حضرات وقتی که این کارا رو میکنه در شرایطی که مردم ما واقعا غذا ندارن، ببینین قبار روبی میکنن همین جوری از هر امامزادهی چقدر پول اینا در میارن و کجا میبرن، هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس به مردم نمیگه که آقا این پولا کجا میره. همینطوری جمع میکنن و این ملت صادق ساده میان میرن پولاشونو میندازن اون تو به حساب این که یه روزی چون بچهشون تو کنکور قبول بشه، یه مثلا بیماریشون شفا پیدا کنه. دیدید که در دوران کرونا شفا مفای وجود نداره. این مغازه رو اینا باز کردن که بتونن مفت بخورن و مفت بگردن. تا کی ما میخوام سرمون رو دولا کنیم اینا سوار بشن؟ چقدر پلیدی، چقدر پستی، چقدر بیشرفی اینا کردن در مورد شما مردم. هنوز نمیخوان باورتون بشه اینا دروغ میگن. آخه یه جا باید کنار بیان دیگه. نگاه کنین پولی که باید، اون پولی رو که باید پول درست کنن، آخه ببینید در سیستان بلوچستان چجوری بایستی از رو آب رد بشن. آخه نگاه کنید همینطوری میرید پولو میندازید اونجا تو اون ذریع مطهر بدون اینکه فکر بکنید که این کار شما خطاست. آقا یه عده‌ای بشین پول جمع کنیم برید اینا رو نجات بدید. ببینید نه فرهنگ اجتماعیمون درست شده، نه نمیدونم ارتباطمون با همدیگه، نه حرمت همدیگه رو داریم. میرن یه جای وامیسن انقدر آشغالاشون رو میریزن فکر نمی کنن که آقا یه سری آدمایی هم هستن که باید اینا رو تمیز کنن، فکر اونا باشن. اصلا هیچی. چجوری این هموطن من میخواد بیاد بره خارج از کشور؟ مثلا حتما اونجا که میرن درست میشن، تو مملکت قابل نیست، مملکت ارزش نداره براشون که این کارا رو میکنن. ببینید دیگه، ببینید جلوی اون مغازه سلباتی چقدر آشغال لیوان خالی
مصرف شده ریختن. حالا همش در اینا تمامش از حکومت، تمامش از لیاقتی کسانی است که در رأس امور قرار گرفتن. آخه تا کی ما میخوام یه مش جنایتکار شکنجهگر رو گذاشتن اونجا که هر کسی هم بخواد حرف بزنه نفسش رو میگیرن بعد بره اینا بیفتن به جونش، شکنجهش بدن، زندانش بکنن که مبادا به مثلا یه کسی بگی بالا چشمت ابروس. همشون هم با خدا، همشون هم آدم های شریف در ظاهر، تظاهر و ریاکاری تو اینا تو سلولاشون شکل گرفته. این آدم هایی هم که اینجا شما میبینید با کمال وقاحت آدم ها رو میکشن، در سال 67 کشتن، همینطوری کشتن، اعدام میکنن، تیر خلاص میزنن، اونم لاجوردی اون وسطشون وایستاده، کیف دارن میکنن. غافلید چقدر از افراد این مملکت رو کشتن. میگن یه کتابخونه ای در اوین هست که حضورتون عرض کنم زندانی میگه کتاب فلانو داری؟ میگه نه، نویسنده شو دارم. کار به اینجا رسیده دیگه، هیچ کس امنیت نداره تو اون مملکت. فقط به فقط باید سرتون رو بندازین پایین و هر چی که اینا میگن، هر سواری میخوان آدم هیچ اعتراضی نکنه. هر تقدیر من نمیدونم واقعا چه باید کرد. اگر فرصت هست یک کلیپی فرستادن دوستان، البته من از موقعیت استفاده میکنم، عزیزانی که برای من ایمیل میفرستین تشکر میکنم، ایمیلاتونو میخونم. به هر حال یک کلیپی هم فرستاده بودید، امیدوارم فرصت بشه اون کلیپ رو پخش بکنیم. اگر فرصت نشد هفته دیگه حتما این کارو خواهم کرد. و فکر نکنید که بی پاسخ میمونه ایمیلایی که میفرستید، من حتما جواب خواهم داد به شما. فقط یک اشاره هم بکنید، اگر میخواد که نامتونم گفته بشه، من از این دفعه نامتون رو هم مطرح بکنم. به هر حال چون این کلیپ رو یکی از دوستان فرستاده بود، انتخاب کرده بود، از مردم عادی هست، این رو بد نیست که به اتفاق تماشا کنیم و برگردیم. ای جماعت از چه می نالی؟ ایراد از شماست، ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. مرگ بر آن دورها گفتیم، دزد در خانه بود، آخر آن خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردن، هرچه هست و بود را اونها به یغما بردن. این دیگر در ذهن مردم دین دزدان حق شده، راه مردم سالها از راه دین ملفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود، سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد، هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها در صف گدایی کرده ایم، دوزدها در پادشاهی ما فقط یک برده ایم. چند درصد در رفاب و ماوقی در چنگ فرق، دوزدها در حال دوزدی ماوقی در جنگ فرق. خانه زیبای ما را ساده ویران کردن، دوزدهایی را که نباید به ایران کردن. راست میگویی، خود کرده را تدبیر نیست، ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه مینالی؟ ایراد از شماست، ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. درود و شرف. بله این تصویر من چون فریز شد اینجا متوجه نشدم. بعضی وقتا بد نیست که ما یه گریزی بزنیم سخنان آقای خمینی رو هم یه مروری بکنیم، چون هر زمانی که میشنویم به هر حال برای ما یه چیزایی تداعی میشه، یک خاطراتی زنده میشه که بد نیست اینو همطوری حفظش بکنیم.
برای پایان بخش برنامه میخواستم خواهش بکنم از جناب سعید خان بهبهانی نازنین که اون رو هم پخش بکنن و بعدش ما مراسم خداحافظی به جا بیاریم. بر تقدیر منتظریم که اون شماره 22 رو هم ببینیم که میزان رأی مردم است، البته شروعش میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن، مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. بله دیگه، این حرف اول و آخر رو بیان کرد این آقا. جناب بهبهانی نازنین، سپاسگزارم از شما. ممنون از شما نازنین میهن تیوی، سپاسگزارم که وقت گذاشتید. بخوام ازتون خواهش بکنم که میهن تیوی رو تنها نگذارید، همونطور که تو این مدت هوای آقای بهبهانی رو داشتید باز هم ادامه بدید و هر محبتی که میخواید به من بکنید به میهن تیوی بکنید، برای پایداری و اینکه دوام و بقاش رو شما بیمه بکنید. ببخشید قبل از اینکه تشویری این کارا حاضر نشد، قرار شد شما سری کاراتون اینجا معرفی کنین، چی شد؟ بله بله، من اینو هفته دیگه حتما، چون شما رفتین مسافرت، منم یه سری چیزا این هفته فکر کردم طول میکشه و واقعیتش آماده نبودم برای این هفته، ولی برگشتید دیگه نخواستم به شما جواب منفی بدم، اینی که اومدم خدمتتون. حالا هفته آینده حتما این کار میکنم. ممنون از شما، سپاسگزارم. سپاس از شما، تا درودی دیگر، بدرود. ممنون از شما بهام، ممنون از شما که دنبال کرد. خواهش میکنم که سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو هم لایک کنید و اون دکمه شیر رو حتما بزنید. بازم ازت ممنون.